به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از برنامه های کانال مسلمان تیوی خوش اومدید. آخر ماه رمضان یا در ماه شوال سال 8 هجرت بود که پیامبر مکه رو فتح کرد و تمام اقوام و قبایل مسلمان شدن، غیر از قبیله حوازن که گروهی شجاع و دلیر بودن و گروهی از بنی صد رو هم با خودشون همراه کرده بودن و در مقابل پیامبر ایستادن. از نکات جالب این جنگ شجاعت مثال زدنی حضرت علی سلام الله علیه و فرار خلفای اهل سنت که در طول ویدیو بهش اشاره میکنم. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و کانال مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. این غزوه از اونجا شروع شد که بنا به گفته ابن عسیر از مورخین سنی مذهب، طایفه بزرگ حوازن هنگامی که از فتح مکه با خبر شدن، رئیسشون مالک ابن عوف اونها رو جمع کرد و بهشون گفت ممکنه محمد بعد از فتح مکه به جنگ ما بیاد. اونها گفتن پیش از اینکه محمد با ما نبرد کنه، صلاح در اینه که ما پیش دستی کنیم. برای همین با 30,000 مرد جنگی تصمیم به درهم کوبیدن مسلمونا گرفتن. رؤسای طایفه حوازن نزد مالک ابن عوف جمع شدن و اموال و فرزندان و زنان خودشون رو هم آوردن تا موقع جنگ با مسلمونا هیچ کس فکر فرار نکنه. به این ترتیب وارد سرزمین اوتاس شدن که جنگ هنین در اونجا اتفاق افتاد. وقتی این خبر به گوش پیامبر رسید، به مسلمونا دستور داد آماده حرکت به سوی سرزمین حوازن بشن. مسلمین با 12,000 نفر در جنگی نابرابر در مقابل اونها قرار گرفتن و جنگ هنین آغاز شد. هنین سرزمینی در نزدیکی شهر طائف و چون این جنگ در اونجا اتفاق افتاد، به نام غزوه هنین معروف شد و در قرآن از اون تعبیر به یوم هنین شد. اسم دیگه این جنگ اوتاس یا غزوه حوازنه. اوتاس نام سرزمینی در همون حدود و حوازن نام یکی از قبائلیه که در اون جنگ با مسلمونا درگیر بودن. پیامبر پرچم بزرگ لشکر رو بست و به دست حضرت علی داد. 2,000 نفر از مسلمونایی که تو فتح مکه اسلام رو پذیرفته بودن، به اضافه 10,000 نفر از سربازان اسلام که همراه پیامبر برای فتح مکه اومده بودن، برای میدان جنگ حرکت کردن. مالک ابن عوف که مرد پر جرأت و با شهامتی بود، به قبیله خودش دستور داد غلاف‌های شمشیر رو بشکنن و تو شکاف‌های کوه و دره‌های اطراف و لابلای درختان بر سر راه سپاه اسلام کمین کنن. و وقتی که در تاریکی اول صبح مسلمون‌ها به اونجا رسیدن، یه دفعه به اونا حمله کنن و لشکر رو در هم بکوبن. مالک ابن عوف به قدری مغرور بود که میگفت محمد هنوز با مردان جنگی روبرو نشده تا طعم شکست رو بچشه. پیامبر نماز صبح رو با یارای خودش خوند و بعد فرمان داد به طرف سرزمین هنین سرازیر بشن. دشت هنین گذرگاهی داشت که لشکر دشمن اون رو برای کمین انتخاب کرده بود و با یه حمله غافلگیرانه برق‌آسا ناگهان لشکر حوازن نظم ارتش اسلام رو به هم ریخت و از هر طرف مسلمون ها رو زیر رگبار تیرهای خودش قرار داد. گروهی که در مقدمه لشکر حضور داشتن و در بین اونها عده‌ای از تازه مسلمون های مکه هم بودن، فرار کردن و این فرار باعث شد که باقی مانده لشکر به وحشت بیفتن و فرار کنن. تعداد نفرات لشکر اسلام رو در این جنگ 12,000 نفر دونستن که در هیچ کدوم از جنگ های اسلامی تا اون روز این عدد سابقه نداشته. بعضی از مسلمونا مغرورانه میگفتن هرگز با این همه جمعیت شکست نخواهیم خورد. اما این انبوه جمعیت که گروهی از اونها از افراد تازه مسلمون بودن که به لحاظ ایمانی و اعتقادی هنوز ساخته و پرداخته نشده بودن، موجب فرار لشکر و شکست ابتدایی سپاه اسلام شدند. در حقیقت عامل مهم شکست مسلمونا تو آغاز کار، علاوه بر غروری که به خاطر کثرت جمعیت پیدا کردن،
وجود 2000 نفر از افراد تازه مسلمون بود که طبعاً جمعی از منافقین، عده‌ای برای کسب غنایم جنگی و گروهی بی هدف در بین اونها وجود داشتند و فرار اونها در بقیه اثر گذاشت. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید و در روز حنین شما را یاری نمود، در آن روز که فزونی جمعیتتان مایه اعجاب شما بود ولی هیچ مشکلی را برای شما حل نکرد. این شکست ابتدایی چنان سخت و سنگین بود که قرآن میگه زمین با اون همه وسعتش بر شما تنگ شد، سپس پشت به دشمن فرار کردید. خداوند در اینجا اونها رو با دشمنان به حال خودشون واگذاشت و موقتاً دست از حمایت اونها برداشت، چون به جمعیت زیاد خودشون مغلوب شده بودن. برای همین آثار شکست در اونها آشکار شد. اکثریت قریب به اتفاق در آغاز کار فرار کردند. تعداد افراد باقی مونده طبق روایات 10 نفر، بعضی حتی 4 نفر و بعضی حد اکثر حدود 100 نفر ذکر شده. طبق بعضی روایات مشهور، خلفای اهل سنت هم در جمع فرار کنندگان بودند. بعضی از مفسران اهل سنت سعی دارن که این فرار رو یه امر طبیعی جلوه بدن. مثلا نویسنده المنار میگه وقتی رگبار تیرهای دشمن متوجه مسلمین شد، گروهی از مکه که به سپاه اسلام ملحق شده بودند و در بین اونها منافقان و افراد ضعیف الایمان و جستجوگران غنیمت قرار داشتند، فرار کردند و پشت به میدان کردند. باقی مانده لشکر طبعاً مضطرب و پریشون شدند و طبق عادت و نه از روی ترس پا به فرار گذاشتند و این یه امر طبیعیه که به هنگام فرار کردن یه گروه بقیه بدون توجه متزلزل میشن. بنابراین فرار اونها به معنی ترک یاری پیامبر و رها کردن او در دست کفار نبود که مستحق عذاب و خشم خدا بشن. واقعا انسان منصف چنین توجیهی رو میپذیره. با همه این اوصاف سرانجام لطف خدا مسلمونا رو نجات داد. در این موقع که سپاه اسلام در اطراف سرزمین حنین پراکنده شده بود و جز گروه کمی با پیامبر باقی نمونده بودند و پیغمبر به خاطر فرار اونها شدیداً نگران و ناراحت بود، خداوند آرامش و اطمینان خودش رو بر پیامبرش و بر مؤمنان فرستاد. نزول سکینه بر پیامبر در میدان حنین برای رفع استرابی بود که از فرار کردن جمعیت به پیامبر دست داده بود، وگرنه حضرت در این صحنه چون کوه ثابت و پابرجا بود، همونطور که حضرت علی سلام الله علیه و تعداد انگشت شماری از مسلمین ثابت قدم و استوار بودند. خدا لشکریانی از ملائکه برای تقویت و یاریشون فرستاد. نزول این ارتش نامرئی الهی برای تحکیم و تقویت روح مسلمونا و ایجاد نیروی ثبات و استقامت در جان و دل اونها بود، نه اینکه فرشتگان و نیروهای غیبی در جنگ شرکت کرده باشند. حضرت علی سلام الله علیه که پرچمدار لشکر بود با عده کمی در برابر دشمن ایستادن و همچنان به پیکار ادامه دادن. در این هنگام پیامبر در قلب سپاه قرار داشت و عباس عموی پیامبر و چند نفر دیگه از بنی هاشم که مجموعاً 9 نفر بودن و 10مین اونها ایمن فرزند ام ایمن بود که اطراف پیامبر رو گرفته بودن. مقدمه سپاه به هنگام فرار و عقب نشینی از کنار پیامبر گذشتن. اون لحظه یه لحظه فوق‌العاده حساس تو زندگی پیامبر بود که باید با ابتکاری بزرگ لشکر متلاشی شده رو جمع‌آوری می‌کرد و روح تازه‌ای در کالبد اونها می‌دمید تا از نابودی و وحشت حفظشون کنه. پیامبر به عباس که صدای بلند و رسایی داشت دستور داد فوراً از تپه‌ای که در اون نزدیکی بود بالا بره و به مسلمونا بگه ای گروه مهاجران و انصار و ای یاران سوره بقره و ای اهل بیعت شجره، به کجا فرار میکنید؟ پیامبر اینجاست. وقتی مسلمونا صدای عباس رو شنیدن لبیک گویان برگشتن. مخصوصا انصار در این بازگشت پیش قدم بودن و حمله سختی از هر جانب به سپاه دشمن کردن و با یاری پروردگار به پیشروی ادامه دادن، طوری که طایفه حوازن به طرز وحشتناکی به هر سو پراکنده شدن و پیوسته مسلمون ها اونها رو تعقیب میکردن. حدود 100 نفر از سپاه دشمن کشته شد و اموالشون به غنیمت به دست مسلمون ها افتاد و گروهی هم اسیر شدن. بعد از پایان جنگ نمایندگان قبیله حوازن خدمت پیامبر اومدن و اسلام رو پذیرفتن و پیامبر محبت زیادی به اونها کرد.
حتی مالک ابن عوف رئیس و بزرگ اونها اسلام رو پذیرفت و پیامبر اموال و اسیرانش رو به او برگردوند و ریاست مسلمانای قبیلش رو به او واگذار کرد. داستان این جنگ ثابت میکنه که انبوه جمعیت به تنهایی کاری نمیکنه و این لطف خداست که همیشه شامل حال مسلمانا بوده. خداوند نه در اون روزهایی که نفرات سپاه کم بود مثل جنگ بدر مسلمانا رو تنها گذاشت و نه در اون روز که جمعیتشون چشم پرکن بود مثل جنگ حنین. انبوه جمعیت دردی رو از اونها دوا نکرد، بلکه در هر حال یاری خدا و مددهای او بود که باعث پیروزیشون شد. در حقیقت عامل اصلی پیروزی نهایی ایستادگی پیامبر و حضرت علی سلام الله علیه و تعداد کمی از یاران و یادآوری خاطره پیمانهای پیشین و ایمان به خدا و توجه به حمایت خاص پروردگار بود. ممنون که تا انتهای این برنامه هم همراه من بودید. بالای که ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نامش بگذاره و شما در ثواب نشر و ترویج معارف و مفاهیم اسلامی سهیم و شریک باشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.